سلام و شامتان بخیر با افغانستان 400 با من رشاد زریر از تلویزیون جهانی یک خوش آمدید سفر هیئت سازمان ملل به کندهار از دوام کمک های بشر دوستانه تا بدیلجویی برای کشت کوکنار به تازگی روزا بوتان بایوا رئیس هیئت معاونت سازمان ملل به ولایت کندهار سفر کرده و با شماری از مقامات این ولایت از جمله معاون والی دیدار و گفتگو کرده است. گفتنیست در این دیدار دو طرف روی مواردی از جمله بدیل کشت کوکنار، دوام کمک های بشردوستانه و حتی جلب توجه سرمایه گذاران خارجی صحبت و گفتگو کردند. این اما در حالی است که تنفیز و توشه قانون وزارت امر به معروف و نهی از منکر از طرف شیخ هبت الله آخونزاده زعیم امارت اسلامی به واکنش های فراوان داخلی و خارجی از جمله سازمان ملل مواجه شده است. در دیدار امروز به کاوش پهلوهای این بحث می پردازیم. با حضور مهمانمان آقای سید زیا حسینی سخنگوی کمیسیون عالی شیعیان افغانستان آقای حسینی بسیار خوش آمدید و بیایید مقدمتا از دید شما به ارزیابی این سفر بپردازیم بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام و احترام و دارم خدمت تمام بینندگان برنامه 1 و, و همچنین دستندرکاران خوب این برنامه بله آنچه که شما مطرح کردین بحث معاونیت رئیس معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما اگر بیم یک نوع نگاه کارشناسانه کار به سفر خانم اوتان داشته باشیم من فکر میکنم دو سه مسئله را آنچه که دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان مطرح کردن یکی اینکه زمینه گسترش کمک های بشری رو در افغانستان مساعد بکنه اینا اگه آمار رو دادن گفتن نزدیک به 26 میلیون افغانی به افغانی با حمایت شده در طی سالیات گذشته خصوصا سال گذشته و تلاش میکنه که در سال آینده و سالی که در پیش داریم تعدد کمک های بشری برای افغانستان برای اقشار مختلف گسترش پیدا بکنم من فکر میکنم یک گام خیلی خوبی است و آنچه که مسلم است به هر اندازه ای که سازمان ملل متحد و کشورهای غربی بتانه یک تعامل سازنده را بین افغانستان و امارت اسلامی داشته باشه به مو اندازه به مسائل باریکی ها و نگرانی های دو طرف پرداخته میشه و ای یک گام مثبت و سازنده است که ما امیدوار هستیم این زمینه گسترش پیدا بکنه اه. و اعتماد سازی لازم از سر جهانیان برای امارت اسلامی داده متقابلا بس تعقیب شود که زمینه گسترش کمک های بشری در افغانستان اه. مساعد جبه. یک یک هدف دیگه بحث ترویج و کمک در قسمت کشت بدیل برای تریاک است آنچه که همه سازمان ملل متحد گزارش چند ماه در رابطه با میزان نه... کاهش ن... میزان کاهش 95 درصدی مواد مخدر در افغانستان گزارش جامعی را به شورای امنیت و سازمان ملل متحد به مجمع عمومی مطرح کردن من فکر میکنم دوام این حالت و کاهش کشت مواد مخدر و رساندن مواد مخدر به صفر نیاز به کمک و حمایت جهانی داره اینکه دهاقین ده افغانستان از چه مسیر و چه بدیل هایی میتونه استفاده بکنه که آه. هم از لحاظ میشتی لازم باشه هم از لحاظ درامتی و بازارهای منطقه جهان جهان ایجاب چون این بدیل داشته باشه من فکر میکنم به این مسائل پرداخته شد و سازمان ملل متحد تلاش بکنه که این زمینه تصریح پیدا بکنه میتونه منافع اساسی جهان از این طریق تامین شود بسیار عالی با توجه به فرایند کمک های بشر دوستانه از نشانی سازمان ملل به افغانستان طی این چند سال که شما اشاره به اون 26 میلیونی که خودشان گفتن کردید فکر میکنید این بسنده بوده و به وضع کنونی افغانستان و مردم افغانستان کافی است یا باید گسترش این از ابعاد و پهلوهای گوناگون شود خب یک بحث اساسی گسترش کمک های بشری بر افغانستان است من فکر میکنم مسائل مهمتر از این نیز در افغانستان وجود دارد چه مثلا؟ مسائل مهمتر میتونه از کمک های بشری باشه اه. چون کمک های بشری تضمینی برای سرپا استاد کردن زیربین افغانستان نیست این کمک های آنی است تا که از مشکلات آنی مردم افغانستان یا قشر و تایفی را که مد نظر میگیره بیرون آید اما سازمان ملل متحد تلاش بکند یک سلسله مسائل اساسی مثل دادن بدیل های لازم برای دهاقین دادن بدیل های لازم برای زمیندارا در قسمت دامداری این مسائل اساسی کمک های بنیادی را جهت توسعه داشته های مادی افغانستان اگر داشته باشه من فکر میکنم این میتونه راه باشه و زمینه ثبات اقتصادی را در افغانستان مساعد بکنه این نوع نگاه اگر گسترش پیدا بکنه و که اسلامی بارها تاکید کرده یک اعتمادسازی و عملی که بتانه هم دنیا نفع ببره و هم افغانستان و امارت اسلامی بتونه از این نفع ببره این نوع این نگاه اگر در افغانستان ترویج شود و با مذارت حیعت سازمان ملل متحد این نوع این نگاه را تعقیب بکنم و فکر میکنم میتونه در دراز مدت هم به نفع افغانستان باشه هم به نفع دنیا باشه درست پس شما اشاره به هم کردید و واقعا که از موارد موضوع بحث دو طرف هم بوده کشت بدیل برای کوکنار از نظر شما چه بوده میتونه و واقعا آنچه امارات اسلامی دهی چند سال در برابر کوکنار و کلا مواد مخدر انجام داده قابل درنگ و هست؟ اقدامات امارت اسلامی تا اینجای کار اقدامات بجا درست و سنجیده بوده آنچه که آماری را سازمان ملل متحد ارائه میکنه میگه 95 درصد کشت مواد مخدر در افغانستان کاهش یافت بله. خب این یک نو دستاورد بزرگی برای امارت اسلامی برای مردم افغانستان و برای دنیا هست درست. تا اینجای ای کار امارت اسلامی درست کار کرده برنامه درستی بوده و جواب داده اما بعد از این آنچه که سازمان ملل مطرح میکنه ارائه پلان های بدیل آها. یا کشت بدیل بر دهاقین چه بوده میتونه تا از چی؟ بتانن 95 درصد را به 100 درصد برسانه خب مواد یا گیاه های قیمتی پیدا میشه مثلا در غرب افغانستان گسترش و حمایت از زعفران افغانستان آه. یا بوته های گرانبه های مثل هنگ در افغانستان آه. این نوع ای نگاه اگر ترویج پیدا شود و بتونه کمک های لازم را در قسمت تخم های اصلاح شده برای افغانستان برای دیاقین افغانستان اگر توضیح شود با همانگی با حکومت افغانستان من فکر میکنم میتونه یک نتایج قابل لمس و مثبتی را در این مقطع زمانی و مکانی برای هم برای دنیا داشته باشه و هم برای مردم افغانستان اینو درست بسیار عالی و درست که باید با کشت مواد مخدر مبارزه صورت بگیره اما اون طرف تعداد فراوان معتادینی که در افغانستان بوده و امارات اسلامی ادعا میکنه که اینها را بسیار کاهش داده نگاهتان به این پدیده چه است؟ ببینین بین تولید مواد مخدر و استفاده مواد مخدر یک رابطه عملا مستقیم وجود داره <applause> به هر اندازه که کشت مواد مخدر در افغانستان گسترش پیدا میکنه به مو اندازه در صف معتادین اضافه شده میره زمانی که بحث کاهش 95 درصدی در افغانستان عملا اعلان میشه پس در ای قسمت کاهش 95 درصدی اگر گفتن نتوانیم ممکن کم ترزی در قسمت کاهش استفاده از مواد مخدر در افغانستان ترویج شده باشه یعنی مقدار متادین در این دو سه سال یقینا کاهش پیدا کرده چون یک مسائل اساسی در قسمت تولید و استفاده آنچه که رابطه مستقیم بین اینها شکل میده را این رابطه از حالت مستقیم به حالت معکوس تبدیل شده مثلا درمان بیش از 23 هزار ماتاد طی این مدت به نظرتان این هم دستاورد خوبی هست؟ بله از مقدار معتادین که آمارش ممکنه به چند میلیون برسه آه. آه در حدود چندین هزار یک آمار خیلی خوبی است در سالیاد گذشته آه. چون مو بحث ساختار و مکانیزم لازم به خاطر تداوین ها ممکنه در زیربنای اساسی در گذشته وجود نداشته تا به این زیربنا ها به حالت استفاده عینی و واقعی برسه ممکنه زمان بر باشه اما دوامی حالت نیت این حالت مبارزه با ای چون این چنین مسائلی در افغانستان میتواند در آینده یک فرهنگ درست و مناسبی را بین جوانان بین کسانی که در این هیته گرفتار میشه متاسفانه یک نمونه و الگو و رای درستی را برای نشان بده تا بعد از این به آنچه که به فلاکت و بدبختی یک جامعه می دست برداره و در کنار از کارهای فرنگی لازم باید صورت بگیرد تشویق شود و راههای استفاده مثبت از مسائل برای جوان ها و اخشاری که گرفتار در این توتیه یا هیت شب گذاشته که فکر میکنم تغییر مسیر آسان خواهد باشه بسیار عالی آقای حسین شما اشاره خوبی کردید که این دستاورد هم برای افغانستان هم به مردم افغانستان و هم به جهان می باشه با این وجود یک چون این روند هایی که موفقانه قلم داد شوه به جایگاه کنونی افغانستان در جهان هم تغییرات وارد خواهد کرد؟ در رابطه به جایگاه افغانستان و پرستیژ که برای افغانستان یا جایگاه اساسی که برای افغانستان میتونه در بین جامعه جهانی تعریف شود قبل از یک بحث اساسی بود که افغانستان بزرگترین تولید تولید کننده مواد مخدر در دنیا در دنیا است پس یک بار منفی اساسی به افغانستان داده بود با مبارزه جدی امارت اسلامی و پایین آمدن ارقام تولید مواد مخدر در افغانستان یقینا در قسمت وجهه بین افغانستان کمک اساسی میکنه یک اعتبار بخشی مناسب میتونه بر امارت اسلامی و مردم افغانستان باشه این حالت و نگاه جامعه جهانی نسبت به افغانستان یقینا تغییر میده آه. نگاه مثبت میتونه در قسمت داشته باشه و به هر که این امتداد پیدا بکنه خوشبینی از مبارزه امارت اسلامی با کشت مواد مخدر و قاچاق مواد مخدر نتایج کاملا مثبت و قابل توقعی را برای جهانیان میتونه به اثبات برسانه بسیار عالی خیلی کوتاه میخوایم همین بحث را همی بخش بحث را جنبندی بکنیم اشاره داشته باشین به اینکه یکی انداز واقعا از آینده وضع مواد مخدر مبارزه با این درمان معتادین و اینها در افغانستان چی هست؟ خب تای سه سال گذشته و تلاش های امارت اسلامی در قسمت کاهش مواد مخدر یک نگاه مثبت بوده و در قسمت بحث کاهش معتادین تداوی معتادین و دادن یک راه حل های مثبت و سازنده برای این قشر جامعه نیز گام های مثبتی برداشته شده این حالت تداوم پیدا بکنه گسترش پیدا بکنه همگانی شوه یک نگاه مثبت و سازنده ای را برای آینده و برای قشر و طیفی که در این هیته گرفتار میشه من فکر می کنم در سالیات گذشته اگر این سیاست امارت اسلامی به شکل درست و آنی که فعلا وجود داره دوام پیدا بکنه یک نگاه مثبت به پذیرفته شده جامعه بسیار تشکر میان برنامه کوتاه داریم دوباره برخواهیم گشت باز هم خوش آمدید آقای حسینی بید به بخش دیگری از بحث بپردازیم او ای است که در دیدار خانم آیوا با معاون والی ولایت کندهار گویی اشاره به این شده که باید سرمایه خارجی به افغانستان تشویق شوند تا بیایند و سرمایه گذاری بکنند فکر می کنید زمینه واقعا برای سرمایه خارجی فراهم هست؟ آنچه که واضح و مسلم است به خاطر سرمایه گذاری های عظیم در افغانستان اولین عنصری که مانع سرمایه گذاری در افغانستان در طول سال یاد گذشته بوده بحث امنیت و تأمین امنیت بوده <applause> الحمدلله با آمدن امارت اسلامی امنیت در افغانستان تأمینه و عنصر اساسی و لازمی که میتانه سایر سکتورها و فکتورهای خدماتی و اجتماعی را در افغانستان به کار بیاندازه بحث امنیت بوده و حال این زمینه مساعد است این عنصر اساسی در قسمت سرمایه گذاری در افغانستان مساعد است <applause> با استفاده از این فرصت چه سرمایه گذاری های شهروندان خود افغانستان که در خارج است تجارهای ملی و بینالمللی و تجارهایی که در بیرون از افغانستان سرمایه گذاری های عظیم سرمایه دارای عظیمی که در خارج از افغانستان است خصوصا در کشورهای منطقه و جهان زمینه و فاکتورهای لازمی برای سرمایه‌گذاری در افغانستان مساعد است در بود معادن اگر وجود داره و در بود سایر مسائل ما از قبیل سرمایه گذاری در بنادر افغانستان در دریاهای افغانستان و سایر مسائل من فکر میکنم بهترین شرایط و مسایدترین شرایط فعلا در افغانستان وجود داره اینها میتونه با سرمایه گذاری های اندک هم به فواید عظیمی دست پیدا بکنه و از این مسیر هم یک یک دستاورد کلان که امارت اسلامی قراردادهای بزرگ معادن در افغانستان انجام داده ام. یک دستاورد کلان برای ملت افغانستان نیز قسمت محسوب میشه درست فکر میکنید چه چیزهای جدای از امنیت در افغانستان میتونه جالب توجه برای سرمایه گذاران خارجی باشه در قسمت اینکه شما مطرح کردین یک از ابعاد اساسی بله امنیت بود اما فاکتورهای لازم دیگرم امنی در قسمت گذاری خارجی در افغانستان وجود داره اینکه مسائل و نوع سرمایه گذاری به شکل مدونی وجود داشته باشه یعنی قوانینی که حمایت بکنه سرمایه گذاری سرمایه گذار خارجی را در افغانستان وجود داشته باشه بعضی از زیر های اساسی در افغانستان مثل حمل و نقل برق لازم و کافی وجود داشته باشه من فکر می کنم این مسائل در افغانستان کماف سابق بحث حمل و نقل و ایسایر مسائل به شکل خیلی معیاری وجود نداره اما تلاش شده و تلاش بکنه امارت اسلامی این مسائل را شکل بده و در قسمت حمایت بر اساس قوانین در داخل افغانستان قوانین لازم تطبیق شود سنجیده شود توشه شود تا از این مسیر آه. هم سرمایه‌گذاری بیرونی استفاده لازم را بتانه و هم یک آینده و یک دوربینای اساسی را برای سرمایه‌گذاری ها سرمایه‌گذاری بیرونی تعریف کنم فکر می‌کنم یک جذابیت حالت فعلی افغانستان برای خارجی ها به با بار آورده که میتونه از این مسیر استفاده از میره هم اونا داشته باشه سرمایه‌گذارا و هم مردم افغانستان درست در همین حال ما مواردی داشتیم که انتقاد بوده به سرمایه گذاران داخلی افغانستان که گاهی سرمایه هایشان را در بیرون از افغانستان سرمایه گذاری کردن میتونیم این دو مورد را با هم ربط بتیم؟ بله متاسفانه یک نوع نگاهی که در افغانستان ترویج میشود و ترویج شده بود فرار مغزها در افغانستان بود فرار سرمایه ها از افغانستان بود و سایر مسائلی که در دراز مدت نه به نفع مردم افغانستان بود نه به نفع کسایی که از افغانستان رفتن این نوع نگاه الحمدلله فعلا کمرنگ شده یعنی اعتقاد بر ای در افغانستان بین نسل جوان خصوصا وجود داره به خاطر حس یک تعلق خاطر به این مرز جوانان متخصصین افغانستان سرمگذاران افغانستانی که در بیرون هستن ببینین ما هر جای دنیا که باشیم تعلق ما و خاطراتی از این میهن برای ما شیرین و بیاد ماندنیست پس بنابر این نوع نگاه اگر اینها تلاش بکنند در کنار ثبات اقتصادی در افغانستان با حمایت و پشتوانه لازم نظام سیاسی در افغانستان اینها تشویق شوند تشویق بکنند بیان در افغانستان سرمایه گذاری بکنند تا افغانستان به مسیر درست لازم و کافی جهت به توسعه پایدار ما دست پیدا بکنیم تا کی نیاز به نوع نگاه حمایتی از بیرون در افغانستان باشه دست. بله ما میتونیم با ترین کار شروع بکنیم و افغانستان را از از این حالتی که عملا وجود داره و یک زمینه فعلا شکل گرفته بس تامین امنیت و سایر مسائل وجود داره افغانستان را بکشانیم به سوی توسعه از ابعاد مختلف خصوصا ابعاد اقتصادی در شرایط فعلی بسیار عالی و اگر بر بگردیم به محور بحث خانم آیوا و یا سازمان ملل در این زمینه واقعا چه کارهایی میتونه انجام بده که سرمایه گذاران خارجی را هم تشویق به حضور در افغانستان کنند خب سازمان ملل متحد بیشتر یک نوع یا وظیفه تخصصی که برای سازمان ملل متحد در افغانستان تعریف شده در سایر کنار سایر مسائل سیاسی مسائل تکنیکی و حمایت های تکنیکی عملا میتونه اینها داشته باشه در شرایط فعلی و ارائه گزارش های عینی و واقعی من فکر می کنم مهمترین بحث است که اینها اگر به آمار و ارقام درست و واقعی در قسمت سرمایه گذاری میزان امنیت کاهش مواد مخدر مبارزه با تروریسم مسائل اگر اینا بیان مستنسازی بکنن مطرح بکنن برای در خور افکار آمده بر جهانیان نگاه مثبت را از افغانستان داده باشه این نوع نگاه و علاق مندی جهانیان بر افغانستان بیشتر میشه اگر برعکس بیا یک کار نادرستی را انجام بده گزارشی که مطابق به شرایط فعلی افغانستان نیست اینا گزارش بدن بس مثلا بحث امنیت را یک بحث نسبی تعریف کنه. اگر بیا در قسمت نوع نگاه و باورمندی های مردم افغانستان به آینده را بیا نوع نگاه منفی تعریف بکنه یقینا ممکنه که ازی دریچه و این نوع گزارش هایی که در ازگاه میکنه. افکار و نسبت به افغانستان خدشه وارد شوه نگاه تزریقی باشه بر اساس اهداف سیاست های تعریف شده خودشان اگر این کار را بکنه واقعیت های افغانستان را در نظر نگیره یقینا این نوع نگاه باعث میشه که یک بدبینی ها دوربینی ها نسبت به افغانستان شکل بگیره و او توقعی که امروز مردم افغانستان و مردمستان میداره تامین نشه درست و شما فکر میکنید انتظاری را که والی ماوین والی قندهار از سازمان ملل داشته در زمینه این بوده که گزارش های دقیق از افغانستان ارائه بکنه به جهان و ای زمینه تشویق سرمایه گذاران را فراهم خواهد کرد یا عملا مثلا سازمان ملل باید وارد و عملا اقدامی بکنه که سرمایه گذاران تشویق شوند خب بله آنچه که اینا مطرح کردن یک گام اساسی بوده میتونه و در کنار ازی ارائه مشوره های تکنیکی برای افغانستان است مشوره تکنیکی در سکتور خصوصی ارائه مشوره های لازم در سکتور های سرمایه گذاری اینها میتونه گام های مثبت را شکل بده و نوع نگاه و نظریه که در رابط با ملل مطرح است که همکاری در بخش اقتصادی باعث گسترش همکاری در عباد مختلف میشه در عباد سیاسی میشه در عباد نظامی میشه در سایر عباد هم میشه و ای دریچه اگر سازمان ملل متحد کمک های اقتصادی راه و روش های اقتصادی را گسترش بده تلاش بکنه با ما اندازه از لحاظ مسائل سیاسی نیز نزدیک های را بین مردم افغانستان اسلامی و سازمان ملل میتونه شکل بده و آنچه که نفع دنیا بوده میتونه در این سیاسی تعامل با امارت اسلامی است تون یکی از واقعیت های اساسی در شرایط کنونی امارت اسلامی است و این واقعیت اگر بپذیره یک واقعیت مردم افغانستان است بله واقعیت های در افغانستان واقعیت های دیگری هم وجود داره اقشار دیگر هم وجود چه داره؟ واقعیت های از جمله خب ببینین آنچه که ما مطرح کردیم اقشار مختلف در افغانستان اقوام مختلف در افغانستان اینها واقعیت های اساسی در افغانستان است که به اساس یک محوریت و آنچه نقطه وصل مردم افغانستان بحث ارزش های اساسی که در افغانستان وجود داره حس تعلق خاطر افغانستانی بودن افغانی بودن اینا از جمله ارزش های اساسی و مشترک است که امارت اسلامی از این مسئله استفاده بکنه و جهان تلاش بکنه که این خود را هماهنگ با ارزش های اساسی در افغانستان بسازه هم تعامل به نفع امارت بوده میتونه هم تعامل به نفع درست. دنیا و این سرمایه گذاری ها چقدر میتونه به این دورنمای از افغانستان که گویی ظرفیت بالقوهش وجود داره اینکه افغانستان بتونه چهار راه ترانزیتی و اقتصادی منطقه و حتی جهان باشه چه کمک هایی میتونه بکنه خب ببینین این بحث اساسی که چقدر بحث مسائل اقتصادی میتونه افغانستان با دنیا نزدیک بکنه اگر بیم یک،, یک،, نگاه عمیق و کارشناسانه نسبت به این بحث داشته باشیم بیم افغانستان را و همسایه های افغانستان را و جهان را پیوندی با افغانستان بدیم خب امروز اتصال, اتصال آسیای میانه با آسیای جنوبی از کدام مسیر ممکن است؟ اتصال آسیای مرکزی با اروپا از کدام مسیر ممکن است؟ خب نقطه وصل این مسائل افغانستان است اگر این نوع نگاه تشویق شود ترویج شود افغانستان تبدیل میشه به نقطه وصل به کشورهای آسیای مینه آسیای جنوبی و از این طریق آسیای به اروپا و جهان را با محوریت افغانستان وصل بکنه نیازمندی های یک قسمتی از کره زمین را با قسمتی دیگر از کره زمین با قاره دیگر از دنیا وصل بکنه این بحث اساسی است که میتونه منافع حد اکثری را در کنار مردم افغانستان کشورهای همسایه داشته باشه ثبات سیاسی, سیاسی در افغانستان کمک به ثبات سیاسی در افغانستان کمک به ثبات اقتصادی در افغانستان با آنچه که افغانستان نفت مردم افغانستان نفت میبره کشورهای همسایه و جهان نیز نفع اساسی را در این محوریت برده میتونه و این بحث اساسی من فکر می از لحاظ تکنیکی و کارشناسانه این بحث است درست و نگاه سازمان ملل به کشورها که افغانستان یکی از اون کشورها باشه چگونه است از نظر شما نگاه بیشتر به مردم افغانستان و وضع مردم افغانستان هست یا به برخوردهای دولت و کارگزاری های حکومت ها خب بله در رابطه با پرسش اساسی و مهمی که شما داشتین سازمان ملل متحد دو نوع نگاه را معمولا نسبت به کشورها داشته یکی اینکه تقسیم مردم و نظام این نوع نگاه بوده اما یک, نوع تقسیم بندی را اگر اینا بکنن بدون در نظر گرفتن نگاه حکومت ها توجه اساسی به با مردم باشه <applause> خب ما اینطور تعریف میکنیم میگیم بله لازمه حکومت ها یک از جز جزء اساسیش مردم افغانستان است خب در این قسمتی که نظام اسلامی امارت اسلامی جزء لازمه مردم افغانستان است. خب یقینا این مردم افغانستان است که حمایت میکنه از نظام و در قسمت استحکام و تداوم نظام ها حمایت میکنه خب سازمان ملل متحد نوع نگاهی را تعقیب بکنه که منافع مردم افغانستان منافع اساسیش مردم افغانستان تامین شود خب اگر تقسیم بندی بکنه بگه نه ما در این مقطع حکومت افغانستان را که خدمات ارائه میکنه مجرای انجام خدمات و امور اقتصادی و سیاسی در دست حکومت است بگه مجزا میکنیم تحریم میکنیم حمایت نمیکنیم اما مردم افغانستان خب این نوع نگاه عینی نیست دقیق نیست چه گونه مردم افغانستان حمایت میکنید در صورتی که از طریق نظام سیاسی حمایت نشه خب باید ساختاری باشه باید مکانیزمی وجود داشته باشه تا از به مردم افغانستان خدمت شه بله این مکانیزم و این نوع خدمت میتونه از مجرای حکومت و نظام اسلامی فعلا تأمین شد در غیر آم. صورت خوب از طریق شرکت های اینجای برونی ما فکر میکنم نمیتونه به خواست مردم اساسی مردم افغانستان و توقعات مردم افغانستان برسه درست و دوام کمک های بشر که از آغاز بحث ما داشتیمش از سوی سازمان ملل نشان میده که نگاه سازمان ملل تا امروز نگاه درست بوده خب در بعضی از مسائل این آنچه که مطرح ممکنه یک سلسله مسائل مد نظر گرفته باشه اما آنچه که توقع مردم افغانستان از سازمان ملل و جامعه جهانی است که اینها زمینه گسترش تعامل مردم افغانستان امارت اسلامی با دنیا را مساعد بکنه تبدیل شود سازمان ملل متحد به یک دریچه اعتماد سازی بین امارت اسلامی و جهان چون به هر اندازه ای که اینها نزدیک میشه خاص های مردم افغانستان میتونه متبلور شود خاص های مردم افغانستان میتونه تحقق پیدا بکنه برعکس اگر این حالت به یک کنش و واکنش متقابل شکل بگیره به اعتمادی بین دوتا شکل بگیره خب یقینا مردم افغانستان متضرر میشه سازمان ملل متضرر میشه شکر. و امارت اسلامی هم این نوع نگاه را نمیخواد میخواد نزدیکی جامعه سازمان ملل با مردم افغانستان از طریق ساختاری که اینا تعریف میکنه نزدیک شود تا منافع دو طرف تامین شود بسیار تشکر بین های گرامی باز هم درنگ کوتاه داریم و دوباره برخواهیم گشت باز هم خوش آمدید آقای حسینی در بخش سوم بحثمان میپردازیم به اینکه اخیرا وزارت امر معروف و نهی از منکر قانونی را تنفیذ کرد که توسط زعیم امارت اسلامی شیخ حبت الله آخوندزاده توشیح شد و ای به واکنش های زیاد داخلی و خارجی دچار شد و یکی از نشانه هایی که واکنش بسیار سره نشان داد سازمان ملل بود و واکنششان هم عنوانا این بود که این قانون محدود کننده است حالا بیم یک نگاه کوتاه به ای بیفکنیم و ببینیم که در روابط افغانستان با سازمان ملل چه تأثیراتی میتونه داشته باشه خب در رابطه با واکنش ها و کنش های دو طرف سازمان ملل متحد و امارت اسلامی آنچه که در این قانون مطرح شده ما من به عنوان یک نمونه به پردازیم که چرا سازمان ملل واکنش نشان میده خب اینها در این قانون تاکید بر پوشش اجتماعی حفظ شؤونات اجتماعی جزئی از فرهنگ اساسی و اسلامی مردم افغانستان است خب این نیاز به واکنش نداره حفظش و اون ارزش گذاری به ارزش های اساسی در جامعه افغانستان من فکر می کنم این نیاز به واکنش نداره و مردم افغانستان ارزش های خود را میدانه و قبول داره آنچه که باعث کنش و واکنش میشه نوع نگاه جامعه جهان نسبت به افغانستان و امارت اسلامی است خب اینها به جای اینکه به واکنش های اساسی را نسبت به اکسسر عمل کرد ها و واقعیت های افغانستان انجام بده من فکر میکنم راه های دیگه رو وجود داره در قسمت حمایت از مردم افغانستان خب اگر قرار باشه با سازمان ملل در رابطه به هر موضوعی در افغانستان واکنش نشان داشته باشه خب یقینا این واکنش ها باعث واکنش امارات اسلامی هم میشه خب این زمینه آه. گسترش ارتباط و بحث اعتماد سازی نیست آه. اینجا آه. بحث مسائل و موارد سیاسی نیست بوده میتونه درست خب اینکه دولت امارت اسلامی معمولا از جهان دخالت در موارد داخلی را نمیپذیره اما سازمان ملل بحثش فرق میکنه چه تاثیرات ارتباط افغانستان یا مشخصا حکومت افغانستان امارت اسلامی با جهان میپذیره از این کنش و واکنش ها خب بله این با مسائل باعث من فکر میکنم چون هر اقدام کنشی یک نوع نگاه واکنشی رو به بار میاره و ای این ای نوع نگاه باعث اعتماد سازی و نزدیکی دو طرف نمیشه درست یعنی میتونه سرد بکنه این سرد بکنه و امارت اسلامی را سرد بکنه مردم افغانستان رو سرد بکنه و او طرف یقینا با سرد شدن این واقعیت افغانستان اونها ممکنه سرد شه آه. پس بر اساس مسائل اساسی و واقعیت های اساسی در افغانستان و ارزش هایی که امروز در افغانستان وجود داره اینها تلاش بکنه در کنار ارزش های جهانی برش های افغانستان نیز توجه اساسی را داشته باشه تا این نوع نگاه یا تعریف متفاوت در ها دوچار مشکل و تقابل نشه اگر اینها فرهنگ ارزش های مردم افغانستان مرزش های مشترک مردم افغانستان را اولویت قرار بده با تعریف بکنه و از طریق نگاه اساسی بر های مردم افغانستان ارزش های خود را هماهنگ بسازه من فکر هیچ مشکلی بین جهان و امارات بعد پیلنه. شما فکر میکنید آنچه در این قانون هست و آنچه در افغانستان هست و آنچه به عنوان ارزش های مردم افغانستان قلم داد میشه و یا شما میانگارید اینها با منشور سازمان ملل با کنوانسیون ها و با داده هایی که بقیه کشورها بهش پایبند هستند و سازمان ملل روشان تاکید داره اینا با اونها هماهنگی یا عدم هماهنگی داره که این سبب میشه که سازمان ملل او را محدود کننده بخونه یا هم در موارد دخالت بکنه خب بله بعضی از مسائل ممکنه وجود داشته باشه که اینها بر اساس منشور و داده ها و کانونسین هایی که در سازمان ملل وجود داره اینها بعضی مسائل به صورت یک جانبه تعریف بکنه و اینا بگه مانع یا منافاتی بار به بعضی از مسائل داره بعضی از ارزش ها داره اما من فکر میکنم این سلسله مسائل ارزشی قابل حل است بر اساس صحبت ها بر اساس درک از واقعیت ها در یک جامعه میتونه این ارزش ها رو تعریف بکنه این ارزش ها رو هماهنگ با ارزش های اساسی در او کشورها بسازه امروز اگر بیاید این بحث را در افغانستان داشته باشه خب چون بحث ارزش ها مطرح شد ارزش های کلان جامعه سازمان ملل مطرح شد گفتیم منافاتی بار بعضی از منافع کشورها داره بله امروز بیشتر از اینکه نگاه یا تعریف عینی وجود داشته باشه خب اگر تعریف عینی باشه تعریف برای برای افغانستان میشه برای آمریکا شوه برای فرانسه شوه برای اسرائیل شوه هیچ انتقاد نسبت به سازمان ملل وجود نداره اما اگر این نوع نگاه نگاه سیاسی و مداخله باشه بله امروز باید واکنش که مارد نشان چرا آه. امروز بحث آزادی و حقوق بشر و حمایت از اطفال چرا در غزه نتیجه نمیده آه. که تمام ملاک سایر کشورهایی که رقیب و شما غربی ها بوده میتونن فکر میکنید که سازمان ملل در اون موارد متفاوتی از موارد افغانستان برخورد میکنه خب آنچه که تا امروز یعنی بعد از یازده ما جنگ در غزه بر موازه می سازه نشانده این است که نگاه متفاوت و تعریف بر اساس تامین منافع بوده آها. امروز بحث تامین منافع تامین منافع بوده خب تعریف منافع کشورهای در قالب سازمان ملل مت... سازمان ملل متحد وجود داریم امروز ببینید اگر مثال عینی و مساقی داشته باشیم خب همو آزادی همو حقوق زنان همو حقوق بشر حقوق اطفال اینا در افغانستان مطرح میشه و یا سایر کشورها مطرح میشه چرا در غزه مطرح نمیشه آها. چرا این نگاه در غزه ترویج پیدا نمیکنه از نزدیک به چلی یک هزار با آدم بی گناه بی دفاع زن کودک کشته میشه آها. و اونجا هیچ بحث و حقوق بشری وجود نداره آه. خب این نگاه عملا نگاه مداخره گرایان است نگاه یا تعریف ارزش های غرب بر اساس ارزش ها و منشورهای های سازمان ملل اونجا آنچه نباید هاست جریان جل... داره بله آنچه که نباید اتفاق بیفته جریان اما آه. اینها نگاه مداخله گرایانه است نگاهی که میخواه اهداف اه اساسی کشورها را در قالب مسائل تامین بکنه بله اگر آه. اونجا نگاه مثبت باشه در افغانستان هم باید نگاه مثبت باشه آه. و امارات اسلامی هم باید نگاه های مثبت و سازنده را قبول بکنه چون مردم افغانستان توقع داره که نگاه مثبت و سازنده پذیرفته شوه اما مانع و مخالف نگاه مداخله درست و یک پرانتز اینجا باز بکنیم و یک جهش داشته باشیم به اینکه ببینیم نگاه شما به جایگاه امروزین افغانستان در اینه. روابط بین الملل و در کل وضع کنونی جهان چگونه ارزیابی میشه خب بیایم اگر افغانستان را موقعیت افغانستان را تعریف بکنیم و به اساس اهمیت موقعیت جیوپولیتیک و جیوستراتیک افغانستان را ببینیم بل افغانستان به عنوان نقطه وصل و داشتن یک نقطه استراتیجی که میتونه منطقه را با هم وصل بکنه منطقه را با جهان وصل بکنه جایگاه مناسب و خوبی را میتونه داشته باشه خب این موقعیت وجود داره و رقابت های در طول سالیات مختلف برای افغانستان خب نشان دهنده اهمیت افغانستان نشان دهنده جایگاه مهم افغانستان است خب افغانستان جایگاه مناسب داره اما در این مقطع زمانی بله, بله از مسائل وجود داره افغانستان به او توسعه اقتصادی لازم نرسیده نیازمندی های به کشورهای همسایه داره، نیازمندی های به کشورهای اسلامی داره نیازمندی های به کشورهای جهان هم داره پس بینا به این دلایل و این مسائل امارات اسلامی تلاش کرده یک نوع نگاه تعامل تعاملی از مسائل اقتصادی و از دریچه اقتصادی با جهان داشته باشه من فکر میکنم در این شرایط این نوع نگاه مثبت مثبت بوده میتانه افغانستان نیازمندی های کشور همسایه تامین بکنه کشور های همسایه نیازمندی های افغانستان رو تامین بکنه تا این حالت و از حالت ب... ب... فعلی ما عبور بکنیم به یک ثبات سیاسی در منطقه دست پیدا بکنیم و افغانستان را جزی از واقعیت های اساسی منطقه بشماریم من فکر می‌کنم هم کشورهای همسایه و جهان میتونه منفعت اساسی را از این مسیح و کمیسیون عالی شیعیان افغانستان که شما سخنگوی این کمیسیون هستید پیشنهادش به امارت اسلامی و سازمان ملل چی که در دیدارهای از این بعدشان در گفتگوهاشان در ارتباطاتشان چه چی چیزهایی را در اولویت قرار بتن آیا همچنان بحث کمک های بشر دوستانه و جلب سرمایه گذاری ها و کشت مواد مخدر و بدیل سازیش باشه یا چیزهای همچنان در کنار اینها مهمتر هستند خب کمیسون شیعان افغانستان باورمندی به است که در شرایط کنونی تعامل با حکومت افغانستان بهترین کوزینه و بهترین نتیجه را میتونه داشته باشه جهانیان با امارت اسلامی تعامل بکنند یعنی تعامل از تعامل سازمان ملل هست تعاملات سیاسی هم پیشنهاد میشه تعامل سازنده در عباد مختلف تعامل سیاسی باشه اقتصادی باشه اجتماعی و فرهنگی باشه این تعامل باعث نزدیکی امارت اسلامی و جهان و متقابلا باعث تأمین منافع سازمان ملل متحد و همچنان تأمین منافع کشورهای جهان بوده میتونه این نزدیکی خب به مفاد کل کشورها بوده میتونه اما در قسمتی که سازمان ملل متحد چه نوع نگاه در افغانستان داشته باشه من فکر میکنم نگاه اساسی در شرایط کنونی است که نگاه سازنده و مثبت با درک واقعیتها در افغانستان باشه خب خیلی مسائل در افغانستان جز جز از واقعیت های اساسی است که آه. امروز سازمان ملل متحد نسبت به او با شک و تردید میبینه آه. امارت اسلامی واقعیت افغانستان است نظام سیاسی افغانستان است با این نوع ای نگاه که اینا به با شک و تردید ببینه آه. زمینه و ساختار و مجرای همکاری خود را نظام آه. سیاسی افغانستان را قرار نده من فکر میکنم به بنبست مواجه میشه اهداف اساس سازمان ملل در افغانستان تامین نمیشه خاص مردم افغانستان مد نظر گرفته نمیشه پس به این در مجرای اساسی واقعیت اساسی افغانستان یک از واقعیتش امارت اسلامی افغانستان است و کمیسیون شیعیان افغانستان هم تاکید به این داره که نگاه مثبت سازنده با درک واقعیت ها اگر مد نظر گرفته شود این تامین کننده منافع جمع آها. در افغانستان و بداید. شما میگید که حالا با درک این واقعیت ها باید با سازمان ملل هم تعاملات گسترش پیدا بکنه و همچنان با کشورها هم و سازمان ملل باید با کشورها هم گونه تشویقی برخورد بکنه که تعاملاتشان را با افغانستان کنونی وسعت ببخشن؟ خب بله سازمان ملل متحد به عنوان یک فاکتور اساسی در قسمت تشویق و ترویج واقعیت افغانستان امروز عمل کرده میتونه این بیا این همگانی بکنه کشورها را تشویق بکنه تشویق به سرمایه گذاری در افغانستان بکنه گزارش ها را مطابق به واقعیت های افغانستان داده باشه و آنچه پیشرفت های اساسی که در افغانستان صورت میگیره اینها را بیا مستند و برملا بکنه ولی بله، اکثر کشورها تلاش میکنه نوع نگاه تخریبی سابق نسبت به افغانستان وجود داشت تغییر بده نگاه مثبت را جا گزین بکنه و در افغانستان هم سرمایه‌گذاری بکنه هم تعامل سیاسی درست و سازنده داشته باشه هم تعاملات فرنگی و اجتماعی را در افغانستان گسترش پیدا گسترش گسترش بده که این این بحث اساسی از این مجرا و از این حالت شکل میگیره بسیار عالی و بریم آرام آرام به سمت جنبندی بس و آینده تعاملات افغانستان با سازمان ملل و همچنان با دیگر کشورها را شما چگونه پیش بینی می کنید با توجه به قدم هایی که امروز هم امارت اسلامی و هم مردم افغانستان بر می دارند و قدم هایی که امروز سازمان ملل در قبال افغانستان بر می و قدم هایی که کشورهای منطقه که ما می بینیم که نزدیک به چهل کشور بدون مسائل خیلی رسمی دیپلماتیک روابط دیپلماتیک با افغانستان دارند این قدم ها به کجا خواهد انجامید و افغانستان آینده چطور خواهد بود با این بحث؟ خب در قسمت آنچه که در آینده اتفاق می ما آینده را بر اساس شرایط آنی که وجود داره می توانیم تصور بکنیم خب افغانستان در مسیر درست در حرکت است مسیری که اما با یک سلسله مسائلی که باید مد نظر گرفته شود اون مسیر درست با یک سلسله مسائل چی بوده می بله افغانستان باید در محوریت اساسی های مشترک جمع مردم افغانستان مردم افغانستان را تبدیل بکنه به یک واحد تا زمینه و مداخلات بیرون در افغانستان مساعد نشه این بحثی اساسی است و در قسمت دومی که سازمان ملل متحد افغانستان با کشورهای منطقه به کجا میرسه به گسترش روابط اقتصادی گسترش روابط سیاسی کمکان از جمع دستاورت های اساسی امارت بوده میتونه این تشویق شوه گسترش پیدا بکنه عینی و واقعی شوه من فکر میکنم میتونه یک دورنمای مثبت و سازنده را برای چند سال بعد افغانستان ترسیب بکنه خیلی ممنون از شما سید زیای حسینی سخنگوی کمیسیون عالی شیعیان افغانستان از حضورتان در برنامه و سپاسگزار شما بیننده های گرانمایه که پای افغانستان 1400 نشسته بودی تا برنامه فردا بدرود